بشینم یا پیشش وایستم؟ پیشش این خودش وایست. سلام به بلاگ دیگه خوش اومدین. من شادی هستم و با یه برنامه دیگه در خدمت شما خواهم بود. بچه ها ما امروز کجا اومدیم؟ اومدیم براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلوواکی. خب من یه خورده کوتاه راجع به کشور اسلوواکی توضیح بدم بهتون. کشور اسلوواکی زبانش مسلمه اسلوواکیش هستش، زبان اسلوواک. پولش یوروه، 49,000 متر مربع اندازش و کلن هم 5,500,000 نفر جمعیت داره، که شهر براتیسلاوا که پایتخت کشور اسلوواکیه 420,000 نفر حدوداً جمعیت داره. کشور اسلوواکی زمان امپراتوری اتریش مجارستان تحت سلطه اتریش مجارستان بوده و بعدش تبدیل میشه به کشور چکسلواکی، یعنی جمهوری چک و کشور اسلوواکی تبدیل میشن به یک کشور که حدود 75 سال این کشور وجود داشته و الان از سال 1993 تازه تبدیل به یک کشور جداگونه شده. یعنی باورت میشه؟ یعنی کشور اسلوواکی از من و عطا جوونتره، یعنی ما پیرتر از این کشور هستیم. آیا این عجیب نیست؟ خدای عجیبه. یعنی ما چه یک کشوری هستیم که تازه 29 سالشه بنده خدا، تازه به وجود اومد، مستقل شده. بچه این سازه فلزی رو میبینین اینجا زدن، آویزون کردن به این تیکه. اینجا دروازه شهر براتیسلاوا بوده. کلا شهر براتیسلاوا چند تا دروازه داشت که الان فقط دو تاش باقی مونده، یکیش همینه و یکی دیگه‌ش هم اون طرف شهره که بهتون نشون میدم. این ساختمون خوشگل آبی قدیمی رو پشت سر من میبینین؟ این ساختمونه موزه تاریخ شهر براتیسلاواه و شما میتونین از این توش، الان درش بسته است چون توش داره کنسرت اجرا میشه، از توش میتونین رد شین برین اونور و وارد شهرداری شهر براتیسلاوا بشین. که ولی الان که اینجا بسته است ما میریم از این خیابون، از این کوچه میریم از پشتش وارد میشیم. این ساختمونی که پشت سر من میبینین ما الان اون طرفش بودیم، اومدیم از کوچه بغلش این ور و شهرداری شهر براتیسلاواه که قدیمی ترین ساختمون سنگی کشور اسلوواکیه که قرن 13 ساخته شده، یعنی 800 سال پیش ساخته شده این ساختمون. این مجسمه رو میبینین جلوی سفارت فرانسه ساخته شده و دلیلش هم اینه که زمانی که ناپلئون بناپارت حمله میکنه و میاد اسلوواکی رو بگیره، به همراه یه سرباز فرانسوی میاد که این شکلی بوده و اینو به عنوان سمبل اون روزی که ناپلئون بناپارت وارد کشور اسلوواکی میشه جلوی سفارت فرانسه ساختنش. این برجی که جلوی من میبینین، برجک میگن، چی میگن به اینا؟ این سازه‌ای که جلوی بنده میبینین دروازه میشائله که قرن 14 ساخته. چی؟ بالاش گنبده، خودش یه گنبد نیست. آقا این ساختمونی که جلو من میبینین قرن 14 ساخته شده
و یکی از دروازه های ورودی شهر براتیسلاوا بوده. اون یکی بود که بهتون نشون دادم، این یکی دیگرشه و فقط همین دوتا باقی مونده که از اینجا وارد شهر می شدن. همونجور که می بینین اون زیر یه ورودی داره که با اسب وارد می شدن. حالا ما می تونیم 4 یورو بدیم و این مسیر رو بریم بالا، اونجا ویو شهر رو ببینیم. پس بریم که این کار رو انجام بدیم. بچه ها ما خواستیم بریم بالای اون برج، اما اینجا نوشته که بسته است. ما الان کنار کلیسای مارتین هستیم، مارتین مقدس. این کلیسا 800 سال پیش ساخته شده و نمیدونم معلومه یا نه، خیلی بلنده، یکی از بزرگترین کلیساهای شهر براتیسلاوا. و این ورش هم یه ورودی داره میره یه سمت موزه، ولی ما الان میخوایم بریم ببینیم آیا توی این کلیسای معروف شهر براتیسلاوا میتونیم بریم یا نه. شما از شهر وین با ماشین تو 45 دقیقه میتونین بیاین و وارد کشور اسلوواکی، پایتخت شهر براتیسلاوا بشین. حالا اگه ماشین ندارین و وین زندگی میکنین، میتونین با 5 یورو اتوبوس سوارشین و بیاین اینجا. میبینین اتوبوس ها رو پشت سر من؟ اینجا ترمینال اصلی شهر براتیسلاوا هست، میتونین بیاین قشنگ اینجا با 5 یورو فقط از شهر ویان یک کشور جدید ببینید. عطا جان توضیح بده چقدر ما باید پله بریم بالا؟ 180 پله باید بریم. دروغ میگم. ببین این همین تا اونجاش میشه 100. چرا الکی میگی؟ چرا دقیقا؟ بشماری؟ یک، دو. ما الان داریم از پله های قلعه میریم بالا که برسیم به قلعه ای که وسط شهر برسیم. بابا کاخ یا قلعه آخر سر؟ قلعه بابا، قلعه سر به سر. همه فیلم ها میگه کاخ و قلعه. حالا ما الان داریم میریم که برسیم به قلعه وسط شهر براتیسلاوا که روی یه تپهی قرار داره، کلی پله و سربالایی و اینا باید برین که برسین بهش و از اونجا ویو خیلی خیلی قشنگ و خوشگلی دارین به شهر براتیسلاوا. پس بریم که بهتون نشون بدم. پسر منه و بهتون نشون دادم قرن نهم ساخته شده، یعنی 1200 سال پیش ساخته شده و توش مدت‌ها پادشاه‌های مختلف زندگی کردن و الان تبدیل شده به موزه. اگه شما از موزه خوشتون نمیاد و ما هم خوشمون نمیاد حقیقتش بخواید، حتما ولی به اینجا بیاین چون ویو خیلی قشنگی به شهر دادن. اگه بخواید برید ببینید باد میاد، حتما بیاین که این ویو رو ببینید. این پله که روی رودخونه دانوب زده شده 100 سال پیش ساخته شده و قسمت مسکونی نشین شهر براتیسلاوا رو، یعنی اینجا همش آدم زندگی میکنه، وصل کرده به سطح شهر براتیسلاوا در حقیقت. و این روش یه برجه که به اسم برج بشقاب پرنده معروفه. دلیلش هم اینه که همجور که میبینین شبیه بشقاب پرنده است و بالاش رستورانه که 360 درجه ویو داره به شهر. میتونین برین اونجا و تو رستورانش بشینین غذا بخورین. میدونین چرا شهر براتیسلاوا توی اروپا خیلی شهر مهمیه؟ دلیلش اینه که 1563 که عثمانی ها حمله میکنن به اروپا و میخوان کل اروپا رو بگیرن، پادشاهای کشورهای مختلف اروپا دیگه جای امنی نداشتن بتونن تاج گذاری کنن، با خودشون میگن چیکار کنیم؟
میان یهو میبینن یه شهر کوچیکی هست تو ناکجا آباد، اون موقع هم اسم براتیسلاوا براتیسلاوا نبوده، یه چیز دیگه بوده که نمیتونم تلفظ کنم، این زیر مینویسم خودتون برید ببینید تلفظش چطوریه. میان اینجا و میگن چقدر جالب که یه همچین قلعه ای بالای یه تپه است و هیچ جوره کسی بهش دسترسی نداره، پس میان اینجا رو انتخاب میکنن و بیشتر از 300 سال پادشاهای اروپا میان اینجا تاجگذاری میکنن و توی این 300 سال 11 تا پادشاه و 9 تا ملکه توی کل اروپا اینجا تاجگذاری میکنه و بعد از 300 سال که عثمانی‌ها دیگه از اروپا میرن این مراسم تاجگذاری دیگه برداشته میشه و به بوداپست نقل مکان میکنه. این بالا رو بزنیم میتونیم بریم فیلم بوداپست هم ببینیم. حالا بریم یه کلیسای آبیه که یه 20 دقیقه از وسط شهر براتیسلاوا فاصله داره، 22 دقیقه از پشت صحنه اعلام میکنن و بریم که اون رو ببینیم. خیلی عجیبه تو این همین 10 دقیقه 20 دقیقه که دومدیم چقدر ایرانی دیدیم. نه بچه ها شب باورتون نشه، ولی ما وسط راه گفتیم گشنمونه بریم اینجا یه پیتزا بخوریم و یه آقای گفت بفرماییم بیایم پیتزا بخوریم فارسی. ما گفتیم ای چه عجیب، و همونجا که وایستادیم پیتزا بخوریم یه 4-5 تا دختر ایرانی از کنارمون رد شدن. بعد که اومدیم یه خوره پایین تر چون قدم میزدیم باز ایرانی دیدیم و همین الان هم باز دوباره ایرانی دیدیم. یعنی خیلی نادر فارسی زبان های ایرانی ها اینجا زیاده. حالا اگه شما هم ایرانی هستی که توی شهر براتیسلاوا زندگی میکنین حتما زیر این فیلم کامنت بذارین واسم. شما این کلیسای پشت سر منو ببینین، ببینین چه آبی قشنگیه، این بار کیک عروسیه قشنگ که این گازش بگیره. بچه ها این کلیسای به سبک معماری نو ساخته شده 110 سال پیش. معماری نو همون سبکیه که یه مدت توی اروپا خیلی معروف شد. توی شهر وین یه سری ساختمون هست، توی لوبلیانا این بالا رو بزنیم میتونیم بریم فیلمش رو ببینین. خیلی ساختمونایی بود که به این سبکای رنگ و رنگ این شکلی ساخته شده بود و این هم از همون زمان باقی مونده. خب بریم توی کلیسا رو بهتون نشون بدم. خب به پایان فیلممون داریم نزدیک میشیم. من توی یوتیوب قسمت کامیونیتی یه سوال پرسیده بودم که دوست دارین این هفته چه فیلمی بذارم و براتیسلاوا بود توش، پراگ بود، چک و لهستان که همه رای داده بودن تقریبا، یعنی تعداد خیلی زیادی رای داده بودن که چکو بذارم شهر پراگ. و میخوام بهتون بگم که بچه ها ما این هفته یه سفر یه روزه داشتیم اومدیم براتیسلاوا که الان دارین فیلمش رو میبینین و هفته دیگه یه شب میریم پراگ میمونیم و احتمالاً 2 هفته دیگه فیلم پراگ همو میذارم که اونم ببینین. مرسی فیلم رو نگاه میکنین، اگه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب کنین، حتما لایک کنین، کامنت بذارین، نظرتون رو راجع به شهر براتیسلاوا بذارین. کامنت و لایک کردنتون خیلی به رشد کانال من کمک میکنه بچه ها، باورتون نمیشه ولی خیلی کمک میکنه. و اگه هم هنوز سابسکرایب نکردین و عضو کانالم نشدین حتما دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنین و عضو کانال شین. مرسی فیلمامو نگاه میکنین، دوستتون دارم، روز خوبی داشته باشین.